روز چهارشنبه ساعتی پس از بمباران هدف‌های در نزدیکی شهر هومس در سوریه توسط جنگنده‌های روسی، انتقاد از سیاست خارجی رئیس جمهوری اوباما سریعاً شدت گرفت. دولت دوستان ما را در سوریه به اشتباه انداخته، دشمنان ما را تشویق کرده و احتیاط بیش از حد را به جای عقل جا می‌زند و به جای خطر دست به عمل زدن به خطر بی‌عملی رو آورده. و حالا ولادیمیر پوتین در این وادی مخروبه سیاست خاورمیانه دولت قدم می‌ذاره. مقامات رسمی ایالات متحده گفتند حملات هوایی روسیه اپوزیسیون میانه‌روی سوریه را که مورد پشتیبانی آمریکاست هدف گرفته است. روز پنجشنبه در حالی که هیچ نشانه‌ای از توقف در این حملات دیده نمی‌شد، خبرنگاران با تکرار پرسشی از جاش ارنست، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، می‌خواستند بدانند که آیا مداخله نظامی روسیه در سوریه تغییری در استراتژی آمریکا ایجاد خواهد کرد؟ پاسخ کوتاه: نه. رئیس جمهوری برای حفاظت از منافع ما بدون دادن تعهدی که ایالات متحده را به یک جنگ زمینی دیگر در خاورمیانه بکشانه به شدت کار کرده. سخنگوی کاخ سفید در حالی که سخنان خود را متوجه روسیه می کرد مکررن گفت که پیاده کردن نیروی زمینی در جهت منافع ایالات متحده نیست. جاش ارنست هشدار داد که مسکو با دامن زدن به افراطگرایی بیشتر هم در منطقه و هم در روسیه هزینه گزافی برای ورودش به جنگ سوریه خواهد پرداخت. این عواقب وخیم برای روسیه خطرناکتر از هر پاسخ دیپلماتیکیه که جامعه بین المللی میتونست به روسیه تحمیل کنه. جسیکا آشو از اندیشکده شورای آتلانتیک با اشاره به عدم تمایل مسکو به اعزام نیروهای زمینی میگوید مداخله روسیه در سوریه اساساً تغییری در مؤلفه های جنگ سوریه نمیدهد. حداکثر کاری که اونها میتونن بکنن حفاظت از رژیم اسده. اونها احتمالاً میتونن به طور نامحدودی این کار را بکنن، اما نتیجهش اینه که در سوریه گیر میکنن. این بازی تمومی نداره و راه خروجی نیست و خیلی زود اونها با همون مسائلی روبرو میشن که ایالات متحده باهاش روبروه. برای کشورهای دیگر منطقه پرسش این است که اکنون چه کار میتوان کرد؟ در بیرون مقر سازمان ملل در نیویورک، خبرنگاری از وزیر امور خارجه عربستان عادل جوبیر پرسید چه کسی دست به عملیات نظامی برای سرنگونی بشار اسد خواهد زد؟ پاسخ وی این بود: خواهیم دید.